فرق نمی کند کی می برد یا کی می بزند. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین مهم. بازی کن هر جایی که باشد و به هر گونه ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا بیدید. سلام، با سپورت باکس این هفته خوش آمدید. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال ځانمرګي برید یوازې په افغانستان کې د لوبې مینوال خواشینی نه کړل، بلکې په نړیواله کچه یې هم د لوبې مینوال حق حیران کړل. عابد صاحب، نور تاثیرات څه کیدای شي پر افغان لوبغاړو او پر افغان نندارچیانو او د لوبې پر مینوالو؟ هان صاحب، لوبه د ژوند هغه برخه ده چې خلک د خپل ستړیاو نه ځان ویستل د پرازی او ګوري لوبې نه خوند اخلي. په داسې مهال کې هم چې د غمجنه پیښه کیږي، دا یو داسې تاثیر پیدا کوي چې آینده کې خلک د لوبو د لیدو نه د لوبو د کولو نه ایسارېږي. خصوصا موږ یوازې د یحیی خیلو خبره کو، دې نه مخکې د بنو په دته خیل سیمه کې د فوټبال په مهال باندې داشانتې حمله شو، ډېر تلفات لیدل. نو موږ که دغه لوبې په مهال بیا خصوصا که د جګړې اړخونه د لوبو نه ځانونه لرې وساتي، لوبه پرېږدي چې د لوبې محیط کې وشي، دا به د لوبو دپاره هم ښه وي او د خپل هېواد د خلکو د ژوند دپاره هم. شما فکر میکنین بالای تماشاچی ها و نندارچی ها تاثیرات منفی خواهد داشت؟ بدون شک. ببینین، ورزش در افغانستان حرفه ای نیست و قسم کابل صرف گفتن مردم صرف به خاطر یک سرگرمی میرن. این مطرح بس نیست کنجا والیبال است، فوتبال است، بزکشی است، بوکس است، پالوانی است یا یک کرکت است. مردم به این خاطر اونجا میرن که یک لحظه ش خوش بگذرانند. و اینطور رویدادها نه تنها بالای که ورزشکارا تاثیر بسیار منفی می داشته باشه، بخاطر که از لحاظ روانی و ذهنی و جسمانی نمیتونن که عیار باشن، هر آن لحظه شاید منتظر یک رویداد دیگه باشن، که جلو آمدن تماشاچی ها را هم میگیرن. من نگران از ایستم که مبادا امی تحرکیتی که در بین خانواده ها ایجاد شده، خانم ها و خانواده ها با دخترها و بچه ها میان بر سیل بازی ها و میشینن تماشا میکنن به صورت زنده، جلو از یار بگیره و بالاخره اونها هم باندې به څه منفي تاثیرات وي تر کوم ځای پورې چې موږ خبرو خبرې وکړې له ځینو لوبغاړو سره؟ هغوی ډېر خواشینې ول، هغې ویل چې دې نه وروسته که موږ ځو نو داسې زړور به نه ورځو، یوه اندېښنه به راسره. بلکل، دغه حمیدالله یوسفزی د فوټبال لوبغاړي هم دا اندېښنه ښودله چې اوس به خلک ډېر په یره باندې د لوبو کتو ته راځي. که حکومتونه د دې یو تضمین وکړي چې د لوبو خوندیتوب دپاره، او که جګړه کې اړ اړخ چې دی هغه دا خپل جنګ د لوبو ډګر نه لرې وساتي، نو دا به د لوبو دپاره ښه وي او د خلکو د ژوند دپاره هم. در صحبت هایی که ما هم با سخنگوی فدراسیون و مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال کردم، او ضمن اینکه رویداد تقبیح کرد، نگرانی خود بسیار زیاد ابراز داشت. ولی یک چیز را که شما متوجه باشین و ایسته که در این اواخر یکمک جامعه ورزشی هدف قرار گرفته. ببینین، در کابل در طول یک ماهی که گذشت دو سه ورزشکار رزمی کشته شد. کسی تعقیب از این نکرد که کی عامل از این بود، چی دلیلی بود، آیا خصومت شخصی بود، آیا خصومت ورزشی بود یا میخوایم نکته ما ختم بکنم وی که المپیک افغانستان خواهان پیگیری عاملین از حکومت افغانستان شده. سوال می است سبو کو باید چه لوبه لوبه پاتیشی، نه نظامی شی او نه سیاسی شی، چه دغه نظامی خلک او سیاسی خلک د خپل اهداف لپاره ترې ګټه واخلي؟ که داسې وشي چې که چارواکي دوی پوهېږي چې دوی په یو جګړې په حال کې دي، دوی لوبو لیدو ته د ورتلو نه ډډه وکړي، ځکه چې خلک هم ګوري، دوی هم ورځي، مخالفین د دوی هدف کول دپاره. ولې ما مخالف از ګپ نیستم. ببینه، نرفتن به مسابقه ورزشی ای کم اهمیت جلوه دادن از اوست. به نوع از آنها امو هدف را که مخالفین ورزش و آرامش مردم ما دارن تقریبا او را جامعه عمل می پوشنن. نه، ببینن، در صحبتی که ما با سخنگوی المپیک افغانستان آقای سالک داشتم، او گفتم که بعد از این تصمیم به این شده که به تمام فدراسیون ها هدایت داده میشه که پیش از برگزاری مسابقه را هماهنگ بسازن با مسئولین. اگر یک هماهنگی که د چدی کرازی د دوی خپل ځان امنیت لپاره د خلکو امنیت لپاره باید کلک تدابیر ونیسي. بله، بدون شک. لطاسو دوارو دیر مننه. این بود برنامه نفته. تربیه در الله پامان.